السلام علیکم دوست عزیز، به چینل یوتیوب ما و به آشپزخانه ما خوش آمدین. امیدوارم جور صحت باشین عزیزا. امروز میخواییم برتان یک نوع غذای متفاوت و خوشمزه به خاطر افطار آماده بسازم. امیدوارم تا آخر با ما همراه باشین و از این غذای خوشمزه شما هم به افطار آماده کنین. در ابتدا دوست عزیز، ما 300 گرم آرد داخل یک ظرف ریختیم، یک قاشق خمیر مایع خشک و نمک بالاش اضافه میکنیم و داخل یک کاسه دیگه یک عدد تخم میریزیم همراه با دو قاشق ماست و به اندازه 20 میلیلیتر روغن مایم اضافه میکنم و حالا هر سه مواد خوب با هم مخلوط میسازم که تا همه مواد یک دست شوه و کاملا با هم دیگه حل شوه. ببینید دوستا، کاملا مواد حل شد، با هم دیگه مخلوط شد و حال توسط امی مواد یا مایی خمیر خود آماده می سازیم. به شکل اول تمام قسمت آرده توسط مایی خوب تر یا مخلوط می کنیم، بعدا کم کم آب معتدل بالایش اضافه کرده و خمیر خود مشت می زنیم یا ورز میدیم. خمیر خوب مشت میزنیم تا یک دست سفت شوه و زیاد نرم نباید باشه. به مدت 4 الی 5 دقیقه خمیر خوب مشت میزنیم. به هر اندازه که خمیر خوب مشت زده شوه، به مو اندازه نان و یا هر غذای دیگه که آماده میسازین خوبتر و اسفنجی تر میایه، یعنی نرم میایه نانش. خمیر دیگه آماده سر رو میپوشانیم و به مدت 1 ساعت میگذاریم تا استراحت کنه و آماده شوه. دوستو، تا که خمیر آماده میشه میریم طرف مواد داخلش. 500 گرم گوشت سرخی را ما به اندازه خرد خرد توته کردیم. ببینین به می اندازه باید توته شوه، از زیادتر بزرگ نباشه و اگر کوچکتر هم میشه خوبتر است، خوب بزرگتر نباید باشه. خاطر که باز داخل خمیر میگذاریم باید خرد خرد ریزه شوه. ببینین به می اندازه و یا از کوچکتر اگر میتونین خوبتر و بهتر، اما از این باید بزرگتر نباشه. گوشت داخل دیگ انداختیم، یک قاشق نمک بالاش میریزم همراه با روغن زیتون به قدر ضرورت بالاش اضافه میکنم و یک قاشق مرچ سیاه. بعدن سر دیگه میبندم و مدت 20 دقیقه میمانم بالای حرارت کم. بعد از 20 دقیقه دوست عزیز سر دیگه باز کردیم، گوشت تقریبا 70 الی 75% خود نرم کرده، به میاندازه کفایت میکنه به خاطر که بعدن همراه با خمیر یک جا داخل داش میگذاریم. در او وقت کاملا گوشت آماده میشه و نرم میشه. یک عدد پیاز قبلا توته کرده بودم بالایش میریزم را با یک عدد کچالو و به مدت 5 الی 6 دقیقه میگذارم کمی تفت بخوره. بعد از 5-6 دقیقه دیگه مواد ما کاملا آماده میشه. 4 حب سیره رنده کردیم بالایش اضافه میکنم. حالا نوبت مساله جات، یک قاشق زردچوبه، مرچ سرخ و هر مساله دیگه که شما خودتان دوست داشتین میتونین اضافه کنین. هم مواد خوب مخلوط کرده دیگه مواد کاملا آماده است. دوست عزیز حرارت خاموش میسازیم و میریم طرف خمیر.
بعد از یک ساعت خمیرم کاملا رسیده. خمیر به قطعات مساوی تقسیم میکنم. 6 الی 7 زغال کوچک از خمیر آماده میسازیم. به این شکل زغاله های کوچک کوچک از خمیر جدا کرده، قسمت های کوچک کوچک از خمیر جدا میکنیم و هزار قسمت یک زغال کوچک آماده میسازیم. دوستای عزیز، ویدئوهایی که برتان نشر میکنیم از غذا، ویدئوهای ما اگه خوشتان میاید چینل ما را سبسکرایب کنین، نظریاتتان با ما شریک بسازین و ما را و با ما همکاری کنین. در این قسمت دوستای عزیز، زغالهایی که آماده کرده بودیم گرفته به نوبت به این شکل توسط آشگس یا وردنه اموار میسازیم. بسیار نازک نمی کنیم و نه بسیار دبل، به می اندازه ضخامتش کافی است. حال از موادی که آماده کرده بودیم داخل خمیر می گذاریم. 2 الی 2.5 قاشق مواد داخل خمیر گذاشته و اطراف خمیر به این شکل می پیچانیم. قسمت وسط خمیر یک سوراخ کوچک میگذاریم تا گوشت هم در وقتی که خمیر داخل داش قرار میتیم، گوشت هم را با خمیر یک جا پخته شود. چون گوشت قبلا 70 الی 75 درصد نرم شده بود، در 20 دقیقه 25 دقیقه که خمیر را داخل داش میگذاریم، گوشت کاملا آماده میشه و کاملا مثل کباب خوشمزه میشه. به می شکل دوستای عزیز ادامه میتیم. خمیر را انبار کرده از مواد آماده شده داخلش میریزیم یا میگذاریم. بعد اطرافش به این شکل میپیچانیم بسیار راحت. ببینین؟ این غذا دوسته به خاطر افطار یا غذای متفاوت خوشمزه و بسیار ساده که در کمترین وقت آماده میشه، اما به خاطر افطار یا غذای متفاوت است. حتما شما آماده کنین. مطمئن استم اگر آماده کردین همیشه بعد افطار از این غذا آماده میکنین و هیچ پشیمان نمیشین و به خاطری که با آسانی بتانین ویدیو را ببینین و در وقت افطار ازش استفاده کنین، تکمی سیوه میتانین فشار بتین و براحتی میشه در یوتیوب تان سیف هر وقت خواسته باشین دوباره میتانین ویدیو را ببینین. به می شکل دوستای عزیز ادامه میتیم تا وقتی که تمام زغاله ها خلاص شوه و بعدا خمیری آماده شده را داخل یا روی پتنوس داش میگذاریم.
ببینید دوست عزیز، دیگه کاملا این خمیر یا زغاله ها خلاص شد، آماده شد، روی قالب گذاشتم، رویش توسط زردی تخم و مخلوط زردی تخم شیر چرب میکنیم به شکل و بعد قالب مدت 20 دقیقه داخل داش قرار میدیم. البته درجه داش باید 200 باشه تا به آرامی داخل و بیرون خمیرا خوب پخته شه. البته بعضی از داشا دوست عزیز فرق میکنه، درجه بعضی از داشا در 200 زیاد گرم میکنه، باز شما میتونین که از 200 پایین تر عیار بسازین به 180 و 170 تا داخل و بیرون خمیر با آسانی و راحتی پخته شود. و ما به خاطر تزیین و ذائقه بیشترش روی خمیر دانه کنجد می پاشم. و دیگه قالب داخل داش می گذاریم. بعد از 20 الا 25 دقیقه دوست عزیز ببینین غذای امروزی، غذای خوشمزه کباب داشی داخل خمیر کاملا آماده شده، بسیار خوش رنگ، خوشبوی، خوشمزه. امیدوار هستم ویدیو امروزی خوشتان آمده باشه و شما آماده بسازین و دفتر از این غذای خوشمزه لذت ببرین. و عزیزای دل، ما با امید همکاری ها و همراهی های بیشتر تانستیم. دوستای عزیز، یک دانش ما برتان توته کردم، داخلشم ببینین کاملا پخته شده، خوشمزه، خوشبوی و یک غذای متفاوت. شما ماماده بسازین و لذت ببرین.